میدونستی این افرادی هستن که داوطلبانه کرم نواری رو داخل بدنشون قرار میدن؟ این کار به رژیم کرم نواری معروفه. با این رژیم کاهش وزن، افراد به این انگل اجازه میدن تا همه چیز درون اونها رو بخوره. اما این رژیم میتونه بسیار اشتباه و البته ترسناک باشه. توی چالش امروز با قورت دادن یک کرم نواری به این موضوع پی میبریم. فکر میکنید که در آینده چه اتفاقی میفته؟ آیا میتونید تحملش کنید؟ کرمهای نواری کرمهای مسطح و تکیه‌ای هستند که میتونن تا 25 متر طول داشته باشن. اونها نمیتونن به تنهایی آزادانه زندگی کنن. اونها باید در بدن یک حیوان و یا یک انسان باشن تا بتونن رشد کنن. حیوانات هنگام چرا در مراتع یا نوشیدن آب آلوده میتونن به این انگل‌ها مبتلا بشن. فکر میکنید این کرم نواری چقدر میتونه توی بدنتون زندگی کنه؟ پاسختون رو در کامنت ها بنویسید. دو راه برای ابتلا وجود داره. اگه گوشت حیوان آلوده یا ماهی نیم پز رو بخورید به عفونت کرم نواری مبتلا میشید. لارو کرم نواری که در بافت ماهیچه‌ای حیوان آلوده وجود داره بعد از خورده شدن به روده شما مهاجرت میکنه. همچنین در صورت تماس با مدفوع حیوانات یا آب آلوده دارای کرم نواری به این بیماری مبتلا میشید. ابتلا به انگل از این طریق نادره، اما ممکنه در کشورهایی با شرایط بهداشتی ضعیف اتفاق بیفته. شما چیزی احساس نمی کنین. اگه عفونت سیستی سرکوزیس دارید، تخمهایی که خوردید به محض ورود به روده ها از حالت لارو متحرک خارج میشن. اونها میتونن از روده شما مهاجرت کنن و به اندامهای غیر از دستگاه گوارش برن و اونجاها رو هم آلوده کنن. اما در طول هفته اول احتمالاً هیچ چیزی رو متوجه نمیشی. بیاید ببینیم بعد این مدت چه اتفاقی میفته. به عفونت تنیازیس برمیگردیم. حالا لارو کرم نواری به یک کرم بالغ تبدیل شده. توی روده شما میتونه تا 7 متر طول داشته باشه. به دیواره داخلی روده شما بچسبه و از غذایی که در حال هضم هستی تغذیه میکنه. ممکنه حالت تهوع، درد شکم و یا اسهال داشته باشین و شروع به کاهش وزن کنین. اما این حالت ترسناک هم وجود داره که شما اصلاً چیزی رو احساس نکنین. ممکنه با نگاهی دقیق‌تر به اون چی که در توالت تولید کرد متوجه بشید که کرم نواری دارید. توی این مرحله تکه های از کرم نواری جدا میشن و از طریق مدفوع از بدن شما خارج میشن. شبیه کرم های ریز در حال حرکت به نظر میرسن. خیلی حال به هم زنه. حالا که بالاخره فهمیدید کرم نواری دارین، وقت رفتن به دکتره. در صورت تشخیص تنیازیس، پزشک برای یک روز داروهای خوراکی تجویز میکنه. این داروها کرم نواری بالغ رو فلج میکنه که روده رو رها کنه، حل بشه و از طریق مدفوع از بدن شما خارج بشه. اگه کرمها بزرگ هستن، ممکنه وقتی از بین برن دچار گرفتگی معده بشین. خب، شما موفق به فرار از عفونت تنیازیس شدین. اما اگه به جای اون سیستی سرکوز داشته باشید چطور؟ اگه 3 ماه گذشته باشه و شما متوجه این عفونت نشده باشین، اوضاع واقعا وحشتناک میشه. توی این حالت، گرفتگی معده یا کاهش وزن ناگهانی آخرین چیزیه که باید نگرانش باشین. این به این دلیله که لاروهای متحرکی که در سراسر بدن شما هستن، به اندازه کافی بالغ شدن تا در بافتهای مانند ریه، مغز، چشم یا کبد شما کیست ایجاد کنن. این کیست ها میتونن به اندازه بزرگ شن که بخش های عمل کردی این اندام ها رو مختل کنن یا جریان خون اونها رو کاهش بدن. ممکنه سردرد یا واکنش های آلرژیک داشته باشین. ممکنه در موارد شدید تشنج رو تجربه کنید.
برای خلاص شدن از شر این کرم‌ها به جراحی یا پیوند عضو نیاز دارید و حتی پس از 20 سال هنوز ممکنه کرم نواری در درون شما زندگی کنه بدون اینکه حتی شما بفهمین. و این دوست شما میتونه بیش از 25 متر طول داشته باشه. اگه کرم نواری به رشد خودش ادامه بده، در نهایت با یک مشکل گوارشی مواجه میشین، چون آپاندیس یا مجاری پانکراس شما رو مسدود میکنه. بنابراین کرم‌های نواری وحشتناکن و شما نمیخواید اونها رو حتی برای کاهش وزن داشته باشین. در مورد کاهش وزن صحبت کردم. برعکسش چطوره؟ مثل افزایش وزن 136 کیلوگرمی، اون هم فقط توی یک سال. خب، پس این چالش رو در قسمت دیگه‌ای بررسی می‌کنیم. برای دیدن ویدیوهای بیشتر، کانال لنز پلاس رو دنبال کنین و نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید.